معرفی برندگان نوبل 2019. در 10 روز اخیر برندگان جایزه نوبل در شاخه‌های مختلف معرفی شدند. امسال نوبل پزشکی به طور مشترک به ویلیام جی کالین جونیور، پیتر جی رادکلیف و گرگ ال سمنزا تعلق گرفت. در رشته فیزیک جایزه نوبل به طور مشترک به جیمز پیبل، میشل میر و دیدی کلوز اهدا شد و نوبل شیمی هم به 3 دانشمند به نام های جان بی گودیناف، ام استنلی وایتینگهام و آکیرا یوشینو رسید. کپسول بوئینگ به فضا می رود. شرکت بوئینگ اعلام کرد 2 ماه دیگر کپسول حمل خدمه ی این شرکت موسوم به استارلاینر به سمت ایستگاه فضایی بین المللی 1 پرواز آزمایشی انجام خواهد داد. استارلاینر فضاپیمایی است که به طور اختصاصی برای اعزام فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی طراحی شده است. چندی پیش هم شرکت اسپیس ایکس اعلام کرده بود پرتاب تجاری و سرنشیندار کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی را در سال 2020 انجام خواهد داد. وسیله کوچک برای نجات جان معتادان. محققان دانشگاه نورث وسترن به منظور کاهش درصد مرگ و میر بر اثر اووردوز یک دستگاه جدید ساختند که با تشخیص مصرف بیش از حد مواد مخدر میتواند جان مصرف کنندگان را نجات دهد. این ایمپلنت های کوچک و بیسیم مجهز به اسکری است که زیر پوست افراد قرار داده می شود و هنگام استفاده بیش از حد از مواد مخدر می تواند سطح اکسیژن خون را ردیابی کند و آن را تشخیص دهد. رونمایی ناسا از نسل جدید لباس های فضایی. ناسا با انتشار تصویری از یک طرح مفهومی از نسل جدید لباس‌های فضایی خود رونمایی کرد. ناسا قصد دارد از این لباس‌ها برای مأموریت بازگشت به ماه تحت عنوان آرتمیس استفاده کند. این لباس‌ها نسبت به لباس‌های قبلی ایمنی و تحرک بیشتری برای فضانوردان فراهم می‌کند. ناسا متعهد شده فضانوردان آمریکایی را تا سال 2024 به ماه برگرداند و آژانس فضایی آمریکا در حال توسعه لباس فضایی پیشرفته تری برای این مأموریت است. عرضه گوشت مصنوعی 5 تا 20 سال دیگر. محققان اعلام کردند انتظار می رود ظرف 5 تا 20 سال آینده پروتئین مصنوعی در فروشگاه ها برای مصارف خانگی عرضه شود. این فناوری نه تنها انجام سفرهای فضایی بلند مدت و اقامت در خارج از زمین را امکان پذیر می کند، بلکه امکان تولید فرآورده های گوشتی برای مصارف خانگی در زمین نیز فراهم می شود. عرضه گوشت مصنوعی موجب کاهش روند پرورش و کشتار حیوانات می شود، اما هنوز پرسش های مهمی درباره آثار زیست محیطی این فناوری، میزان مصرف انرژی و امنیت محصولات تولیدی بدون پاسخ مانده است. نخستین برگر مصنوعی جهان با استفاده از سلول بنیادی گاو توسط یکی از محققان دانشگاه ماستریخت هلند در سال 2013 تولید شد و پس از آن استارتاپ های مختلفی وارد این بازار شدند.